سلام و عرض ادب و احترام به همه شما عزیزان شادی پهلوی که بنا به ادعای خودش فرزند پادشاه ایران و گوگوش هست در اولین واکنشش به مصاحبه گوگوش یک قسمت از تیزر این مصاحبه رو در پیج خودش منتشر کرد که در این تیزر خانم گوگوش گفته بود من دو تا بچه داشتم که یکیش رفت شادی پهلوی نوشت چند نفر از شما با شنیدن این جمله شکه شدید و میخواید حتما مصاحبه گوگوش در منوتو رو تماشا کنید هدف منوتو هم دقیقا همینه اونها میخوان از داستان من به نحو کامل استفاده کنن اول مردم رو با این تعمه به خودشون جذب میکنن و بعد با سوال و جوابهای نمایشی و حساب شده از گوگوش سوالهایی بسیار شخصی و بیرحمانه پرسیدن قضایا و وقایع تاریخ مهم رو ماسمالی میکنن جست و اداهای هما سرشار و سؤالهای به اصطلاح شخصی حمله به گوگوش و تهمت به گیتی و پوری بنایی همش ساختار روانی این عوام فریبیه تلویزیون منوتو برای فریب مخاطباش دست به تولید نوع جدیدی از مستند رفاقت زده و گوگوش همچنان خارترین مهره این باند سیاسی باقی میمونه که یک عمر با فروش حق زندگی من برای خودش سهم عضویت در این دار و دستر رو صاحب شده. شادی پهلوی صحبت جالبی در مورد مادرش کرده بود و کامبیز قربانی پسر گوگوش هم به صحبت شادی واکنش نشون داده بود که در ادامه ویدیو خواهیم دید. شادی از سرپرستان ساواکی خودش شنیده حاصل ازدواج پنهانی محمد رضا شاه پهلوی و گوگوش هست البته این ادعای اوست که بعد از سالها زندانی شدن در آمریکا حالا افشاگری میکنه او بارها درخواست آزمایش دی ای و اثبات ادعای خودش رو داشته و مدعی است در کودکی برای عدم شباهت به شاه صورتش جراحی پلاستیک شده بعد از لو رفتن خبر بارداری گوگوش دستور سقط جنین صادر شده اما اون زمان چون پسر شش ساله پادشاه ایران درگیر بیماری سختی بوده به همین دلیل اسدالله علم به شاه پیشنهاد داده که شاید این بچه پسر باشه و جانشین شما بشه پس اجازه بدید که به دنیا بیاد در نهایت دوم اسفند ماه 1346 برعکس انتظارات گوگوش دختر به دنیا میاره شادی مدعی است او در یک پادگان نظامی به دنیا اومده. در ابتدا در کارت هویت این بچه نام شادی شاه حسینی و نام مادرش هم فائقه آتشین و نام پدرش غیر قابل ذکر عنوان شده بود. شادی بعد از تولد توسط غلامرضا پهلوی برای جلوگیری از قتل توسط ساواک به فرزند خاندگی پذیرفته شده و موفق شده که وارد دربار بشه. شادی میگه من در بچگی یک فوق نابغه تشخیص داده شده بودم. در دو سالگی کتاب میخواندم و در سه سالگی متن مینوشتم. در پنج سالگی جسه یک دختر هفت هشت ساله رو داشتم و زیبایی خیره کننده ای هم داشتم. به من میگفتن عروسک دربار تا اینکه از دربار اخراج شدم. شادی میگه گوگوش آهنگی به نام وقتی میخندی رو به عنوان خداحافظی با دخترش خونده که در این شعر از اسم شادی هم استفاده شده شادی گفته در دوازده سالگی بعد از اینکه توسط یکی از افراد ساواک مورد تجاوز قرار گرفته باردار شده اما بعد از اینکه فرزندش رو به دنیا آورده دخترش رو کشتن او با دیدن مرگ دخترش در همون سن دوچار سکته مغزی شده و بعد از یک ماه کما حافظه خودش رو از دست داده به این ترتیب شادی بعد از اینکه یک ماه میگذره و از کما خارج میشه با مشخصات جدیدی به نام فرزانه رنجینه به زندگی خودش ادامه میده در 16 سالگی شادی که هویت قبلی خودش رو فراموش کرده توسط سرپرستان خودش به آلمان فرستاده میشه تا براحتی بتونن شادی رو به قتل برسونن شادی میگه اونها اجازه قتل من رو در ایران نداشتن چون که انقلاب شده بود و لو رفتن این خبر میتونست برای افرادی که از این ماجرا آگاه بودن درد سرساز بشه در نهایت طبق ادعای خود این دختر او به صورت ناخواسته از تله قتل جان سالم به دربرده و در 17 سالگی از آلمان به آمریکا فرار کرده شادی در آمریکا به دلیل اجاره آپارتمان به اسم و کارت یک نفر دیگه دستگیر شده و در یک حکم عجیب به ده سال زندان محکوم شده. شادی طبق گفته های خودش بعد از آزادی در سال 1389 با دسیسه هایی که براش ساختن از آمریکا اخراج شده و برای اینکه به ایران نیاد به ترکیه رفته و اونجا پناهنده شده شادی پهلوی تلاش های زیادی کرد تا از طریق راضی کردن برادر ناتنیش یعنی کامبیز قربانی آزمایش دی ای بگیره تا بتونه داستان خودش رو اثبات کنه اما نه تنها کامبیز قربانی و حتی هیچ کس از نزدیکان خاندان پهلوی و گوگوش حاضر به این کار نبودن هیچ دادگاهی هم حاضر به پذیرش شکایت این دختر نیست چون او سابقه بیماری و از دست دادن حافظش رو داره و پرونده پزشکیش اجازه رسیدگی به ادعاهای او رو نمیده. شادی پهلوی با انتشار بازخانی آهنگ های گوگوش نشون داده که صدای دلنشین و بسیار نزدیک به صدای خانم گوگوش داره. شادی به قدری از گوگوش نفرت پیدا کرده که گفته یک روز گوگوش رو در سالن کنسرت و در جمع هوادارانش خواهد کشت. کامبیز قربانی در واکنش به ادعاهای این دختر گفته بعضی ها میان به من فحش میدن و کامنت میذارن که چرا نمیری تست دی ای بدی؟ برای چی باید برم؟ شما یک عکس از مادر من بیارید که قبل از من حامله شده باشه. اصلا همچین چیزی واقعیت نداره. چجوری ممکنه مادر من از شاه بچه دار شده باشه؟ این خیلی مسخر است. از من نخواهید که برم تست دی ای بدم همه ای اینا دروغه بعضی از مردم حرفهای شادی پهلوی رو باور نکردند و گفتن او قصد تخریب گوگوش رو داره شادی پهلوی هم در یکی از پست های پیجش متنی رو منتشر کرد و نوشت همین گوگوش مادر من دو بار پول داد تا ساواکی ها منو به قتل برسونن آخرین بارش هم در 16 سالگی من بود گوگوش می ترسید. چرا مردم به من میگن جاسوس آخه مگه من با مسعود کیمیایی ازدواج کردم و طلاق گرفتم مگه برای شرکت سینمایی برادران رفسنجانی کسب درآمد میکردم مگه من در سال 58 آمریکا رو ول کردم و به ایران برگشتم و پناهنده شدم اینم حرف های این خانم بود که طبق ادعای خودش فرزند گوگوش هست و زندگی سختی رو هم تا به اینجا گذرونده لطفا نظراتتون رو در مورد این ماجرا در قسمت کامنت ها بنویسید از لایک و همه محبت های شما عزیزان خیلی ممنونم اگه هنوز عضو کانال نیستید همین الان لوگوی منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار